هرس و آز گریبانگیر ما بهره برداران آبهای زیرزمینی شد. حالا آقای فرهاد آگاه راجع به آب و پسته صحبت میکنن، ولی اینو من عرض میکنم خدمتتون که میگم هرس و آز، ما در زمان انقلاب حدود 100 هزار هکتار باغ داشتیم. این رو در اثر هرس و آز و نگرش غیر علمی و غیر منطقی این رسونیم 300 هزار، بیش از 300 هزار هکتار باغ پسته. به کجا رسیدیم؟ به جای رسیدیم که آب نیست، منابع زیرزمینی آب از بین رفته. اگر به قول ما کرمونی ها تریشه هایی از آب زیرزمینی وجود داشته باشد در اغلب دشت ها، اونا رو استحصال میکنیم و سالی اگر اشتباه نکنم سالی بیش از 10 هزار هکتار باغ پسته داره خشک میشه. آب نیست. به تا دو اونی هم هست کیفیت آب قهقرا رفته.